بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان خاصه همیهنان عزیز در مام میهن بردمه های خبری تحلیلی شبکه تلویزیونی ایران فردا را پی میگیریم با بردمه های شمگاهی آن سوی خبر و مروری بر تازه ترین اخبار و گزارش های دریافتی از چهار گوشه جهان ایران منطقه و دنیا نخست مروری کوتاه بر سرفصل اهم مطالب برگزیده امشب مذاکرات اتمی ایران و غرب و موجی از گمانه ها در دو سوی طرف مذاکرات هواشی چهارشنبه سوری در ایران با دو کشته و ده ها زخمی اوجگیری جدال های جناهی میان کاست فقها ها با احزار علی یونسی مشاور حسن روحانی به دادگاه ویژه روحانیت و تکذیب این احزار اندک زمانی پس از انتشار این خبر بروز درگیری ها در حاشیه فوتبال الهلال عربستان و فولاد خوزستان در استان خوزستان ایران و در عرصه منطقه ای نتایج تازه ترین انتخابات برگزار شده در کشور اسرائیل با رقابت تنگا تنگ میان دو حزب اصلی لیکود و اتحاد صهیونیست و بالاخره سرنگونی یک فروند هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا از سوی ارتش سوریه اهم مطالب برگزیده امشب چهارشنبه 27 اسفند ماه ایرانی است که در برنامه شامگاهی آن سوی خبر از تلویزیون ایران فردا در لندن به سمع و نظر شما بینندگان خواهد رسید ارزیابی ها از مذاکرات هسته نخست ارزیابی ایالات متحده از مذاکرات دیروز جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت هنوز اختلافات اساسی با ایران به قوت خود باقی است و در بهترین حالت احتمال دستیابی به توافق با ایران 50 درصد است. آقای جاش ارنست می گفت که در نظر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هنوز چیزی عوض نشده است. ارنست گفت هنوز باید منتظر علائم و نشانه ها از سوی رهبران ایران بود که مستقیما در مذاکرات حضور ندارند. او گفته خیلی دشوار است که بتوان نتیجه ای را در این مقطع پیش بینی کرد بنابر نظر عمده کارشناسان و آگاهان سیاسی در عرصه امور ایران گفته شده که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مورد نظر جاش ارنست بوده است پیش از این علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که در مذاکرات مقامات ایران و آمریکا در سوئیس حضور دارد گفته بود که در صورت حل این اختلاف منظور اختلاف, اختلاف های سیاسی زمینه فنی حصول توافق فراهم خواهد شد ایشان دیروز صبح در لوزان سوئیس با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا دیدار و گفتگو کرده بود و اما در سوی دیگر اظهارات مسئولین جمهوری اسلامی رنگ و بوی امید بیشتری داشت و عمدتا با لحنی خوشبینانه بود از جمله وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از بازگشت از بروکسل با لحنی امیدوارانه می گفت مذاکرات با طرف اروپایی خوب بود به گزارش ایسنا جواد ظریف گفت در دیدارهای دو جانبه درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو شد و در دیدار عمومی هم بحث های حسده ای یک بار دیگر مرور شد به ویژه درباره مسائلی که بیشتر به گفتگو نیاز دارد بحث کردیم قرار است امروز چهارشنبه مدیران سیاسی هر سه کشور اروپایی همراه با مدیران سیاسی چین و روسیه به مذاکره کنندگان ملحق شوند تا در روزهای پایانی این دور از مذاکرات به بحث ها کمک کنند دیروز رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار دوم خود با وزیر انرژی کشور ایالات متحده آمریکا می گفت در 90 درصد مسائل فنی به توافق رسیده ایم آقای صالحی در ادامه این اظهار خوشبینانه خود می گفت که در عمده مسائل به نقاط تفاهم مشترک رسیده این فقط یک مورد اختلافی که بسیار هم مهم است باقی مانده که تلاش می کنیم آن را حل و فصل کنیم رئیس سازمان انرژی اتمی می گفت در صورتی که این مورد به نتیجه مورد رضایت طرفین برسد می شود گفت در مجموع مسائل فنی تکلیف کم و بیش روشن شده است آقای صالحی همچنین در ادامه این اظهارات خود اشاره می کرد که هیچ توافقی نخواهد شد مگر آنکه درباره همه چیز توافق شود در این خصوص بیشتر روزنامه های مدافع توافق هسته ای در تهران با واژگانی با بار مثبت و مساعد و امید بخش می کشیدند افقی روشنتر و امید آفرین به مخاطبان خود ارائه کنند از جمله روزنامه ابتکار تیتر برجسته شماره امروز را به نقل از حسن روحانی می که به نتیجه می رسیم و همچنین مطلب اصلی صفحه یک را با درجه تصویری از صحنه مذاکرات این گونه آراست که میبینید کرونومتر توافق بزرگ روشن و در سوی دیگر روزنامه آرمان نیز نزدیک به طیفی از مردان پراگماتیک هاشمی با توصیف گذر از پیچ لوزان به مرحله توافق به نقل از ظریف وعده میداد که بالاخره به نتیجه میرسیم ادامه ای آن سوی خبر با بحران اظهارات علی یونسی مشاور حسن روحانی و شایعات ضد و نقیز احزار این دولت مرد جنجالی این روزهای عرصه سیاست ایران که بعد از آن تکذیب شد دیروز خبرگزاری تسنیم خبرگزاری نزدیک به نظامیان سپاه پاسداران انتشار خبری داده بود مبنی بر اینکه علی یونسی به دلیل اظهارات حاشیه ساز اخیر خود که موجب رنجش دوستداران انقلاب اسلامی ایران شد به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد و مورد بازپرسی قرار گرفت ساعتی پس از انتشار این خبرها معاون آقای یونسی اعلام کرد که دست یار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی به مراجع قضایی احضار نشده است به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا سعید زاره انتشار چنین اخباری را ادامه فشار به دولت خواند و در همین رابطه میافزود که برخی گروه ها به دنبال حاشیه سازی برای دولت حسن روحانی هستند و میخواهند در روند کاری دولت اخلال ایجاد کنند انتشار خبر احزار یونسی در حالی است که وی ظرف ده روز گذشته از سوی رسانه ها و شخصیت های سیاسی نزدیک به اردوگاه اصولگرایان شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته بود در ادامه آن سوی خبر بررسی می کنیم تازه ترین و واکنش ها به ماجراهای ضرب و شتم گروهی اوباش شهری در شیراز علیه علی متحری و نظریات شخصیت های تازه تر رو میخوانیم نظر بروجردی درباره مقصرین حمله به متحری در شیراز بر صدر رسانه ها جای داشت علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رئیس دانشگاه شیراز را به دلیل دعوت علی متحری مقصر حمله به نماینده تهران دانسته است آقای بروجردی در گفتگویی درباره حادثه ی اخیر شیراز و حمله ادعی به علی مطهری می گفت با توجه به مصوبه شورای تأمین و استانداری فارس مبنی بر ضرورت لغو سفر آقای مطهری به شیراز و سخنرانی او در دانشگاه و نیز ابلاغ این مصوبه به رئیس دانشگاه شیراز وی از اجرای این دستور تمرد کرده و لذا تقصیر اساسی در واقعه شیراز با شخص رئیس دانشگاه شیراز و قائم مقام اوست و حتما باید در قبال عدم اجرای مصوبه شورای تأمین و استان فارس پاسخگو باشد این مقام هیچ اشاره به ضرورت برخورد با اوباشان و وابسته به انصار حزب الله نکرد آن سوی خبر را با سوی هایی از رقابت های انتخاباتی و آخرین نتیجه های منتشر در کشور اسرائیل پی می گیریم. Exit polls from Israel's three major broadcasters show incumbent Benjamin Netanyahu is in an incredibly tight race with challenger Isaac Herzog. Today's results come after a somewhat controversial last-minute attempt from Prime Minister Benjamin Netanyahu to harness support for his right-leaning Likud party. هرچند رقابت این دور از انتخابات بسیار تنگاتنگ بود اما دو حزب اصلی لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و رقیب اصلیش اتحاد صهیونیست شانه به شانه ی هم حرکت کردند تا لحظه تنظیم این خبر فراکسیون متحد عرب تا حالا 13 کرسی و لیکود حزب لیکود به رهبری نتانیاهو 27 و فراکسیون متحد چپ و لیبرال ها 26 کرسی به دست آورده است این در حالی است که در تازه ترین واکنش شخص نتانیاهو این رأیگیری را یک پیروزی بزرگ برای حزب لیکود خوانده است در نظرسنجی های پیش از انتخابات لیکود از اتحاد سهیونیست عقب بود با این حال اتحاد صهیونیست ادعای لیکود دائره بر پیروزی را ناپخته خواند در همین زمینه همکارانم در گروه گزارش روز گزارشی تکمیلی تهیه کردند که پس از آن سوی خبر پخش خواهد شد آن سوی خبر را با دو رویداد از حوزه نقض گسترده حقوق بشر در ایران ادامه می دهیم. نخست اخباری زد و نقیز از آزادی آیت الله نکونام همزمان با شایعه سکته این فقیه منتقد نظام فقها ها در زندان بنابر گزارش سایت های منتقد حکومت ایران در هفتادمین روز بازداشته محمد رضا نکونام توسط دادگاه ویژه روحانیت قم خبرها از سکته قلبی و وخامت حال این روحانی در بند حکایت می کند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سهام نیوز یکی از شاگردان نکونام با بیان اینکه این مرجع تقلید از مشکل فشار خون بالا رنج میبرد میگفت در روزهای اخیر فشار خون ایشان به 25 رسید و به گفته خانواده نکونام هاجاقا دچار سکته قلبی شدند نزدیکان آیت الله نکنم از انتقال وی به بیمارستانی در شهرستان قوم خبر میدهند. این در حالی است که مأمورین امنیتی پس از رسیدگی کادر پزشکی مانع از بستری شدن او شده و سریعا او را به زندان برگردانده اند. سایت خبری تحلیلی تابناک دیروز مینوشت که آیت الله نکنم پس از آزادی از زندان دچار سکته شده است. و اما اهواز و بروز بحران فوتبالی با اعتراض جوانان خشمگین نسبت به خودسوزی یکی از ایرانیان عرب زبان خرم شهری که در آستانه نوروز تنها ممر درآمدش از سوی شهرداری تخریب شده بود و آن جوان نگونبخت دست به خودکشی و خودسوزی زده بود طبق گزارش های منابع داخلی هزاران نفر از جوانان خشمگین نسبت به عکس نیروی انتظامی و موضوع خودسوزی یونس از تظاهرات کردند صحنه از اعتراضات مردمی را در حاشیه فوتبال اهواز و الهلال عربستان با هم می‌بینیم. you <laughs> انتظامی با حضور ده ها ماشین خود در اطراف ورزشگاه القدیر سعی در کنترل وضعیت را داشتند اما تظاهر کنندگان با نیروی انتظامی درگیر و دو ماشین نیروی انتظامی را آتش کشیدند و دو نفر از معموران نیز مجروح شدند یکی از شاهدان عینی میگوید علت ازدیاد تعداد بازداشت شدگان بستن پل نزدیک ورزشگاه توسط نیروی انتظامی بود همان گونه که دیدید و بر حسب گزارش های دریافتی از اهواز یک خودروی پلیس به آتش کشیده شد برخی از تماشاگران برای آزادی دستگیر شدگان به سمت پلیس با سنگ حمله کرده بودند خبرهایی تازه از کشف عوامل توزیع داروی تقلبی چشم که منجر به نابینایی برخی از مبتلایان گردید سخنگوی سازمان غذا و دارو در همین رابطه این گونه اظهار می کرد که دلیل بروز نابینایی و مشکلات بینایی برخی بیماران یکی از کلینک های خصوصی تهران به دلیل تزریق داروی آستین همچنان در حال بررسی است و تاکنون پاسخی به دست ما نرسیده است محمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی میزان در خصوص نتایج بررسی داروی اوستین که سبب نابینایی برخی از بیماران شده بود اظهار کرد سازمان غذا و دارو بلافاصله فاصله بعد از آگاهی از این اتفاق با جدیت موضوع مذکور را پیگیری کرد بر این اساس نمونه های از این دارو به آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو منتقل شد تا آزمایشات در این خصوص انجام شود گفته نیز چندی پیش تعداد قابل توجهی از بیماران بر اثر تزریق چشمی یک داروی آمریکایی در یک کلینیک خصوصی دچار مشکل بینایی شدند که وزیر بهداشت نیز دستور رسیدگی ویژه در این باره را صادر کرد همزمان دادستان عمومی و انقلاب تهران از دستگیری نه نفر به اتهام اهمال منجر به عفونت چشم و نابینایی تعدادی از بیماران در دو مرکز درمانی تهران خبر داده است به گزارش خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران عباس جعفری دولت آبادی در خصوص پرونده نابینایی تعدادی از بیماران در مرکز درمانی اینگونه گونه می گفت که دادستانی بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه سرپرست دادسرای جرائم پزشکی را معمور کرد تا ضمن بازدید از این مراکز درمانی بررسی لازم را صورت دهد در همین راستا با ارجای پرونده به بازپرس از متهمان تحقیق و عمل آمد از منازل برخی از آنان و مراکز درمانی مربوطه بازرسی به با عمل آمد مقادیری اقلام دارویی غیرمجاز که موجب صدمه های فوق و ذکر شده بود کشف شد حسب گزارش های واصله با پیگیری های قضایی از یکی از بیمارستان های دیگر تهران که چند نفر از بیماران به نحو مشابه صدمه دیده بودند مقادیری اقلام دارویی غیر مجاز کشف شد بازپرس پرونده در حال رسیدگی به این موضوع هست آن سوی خبر را با سویه هایی از فسادهای دولتی پی میگیریم که در واپسین روزهای سال نیز کماکان اخبار در این راستا بیشمار منتشر می شود. در تازه ترین اظهار موزه رئیس سازمان میراث فرهنگی از پیگیری یک پرونده فساد میلیاردی در شرکت توسعه گردشگری خبر داده است. مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی می یکی از مهمترین پرونده هایی که هر روز وقت بنده و هر هفته وقت وزیر دادگستری را می گیرد پرونده شرکت توسعه گردشگری است. آقای سلطانی فر می گفت شرکت گردشگری مالک 73 درصد گروه هتل لاله است که دو مورد ادعای حقوقی و منازعه حقوقی در ارتباط با این شرکت داریم که ادعای یکی از شرکت ها واهی بود و زیر یک میلیارد تومان هزینه کرده بود و ادعای عدم و نفع 176 میلیارد تومان را داشت آقای سلطانی فر می گفت از سوی دیگر کمتر از نصف قیمت واقعی شرکت طبق اصل 44 واگذار شده بود که با پیگیری های ما واگذاری ها لغو شد و برنده این واگذار واگذاری شکایت کرده است که ما حکم لغو واگذاری را در جهت استیفای حق دولت و مردم گرفتیم معاون رئیس جمهور ایران می گفت که این پرونده یکی از پرونده هایی است که مفسده اقتصادی آن مطرح است و بنده به تمام مراجع نظارتی قضایی و بازرسی کشور آن را انتقال دادم امروز روی پرونده شرکت توسعه گردشگری تمام مراجع قضایی و گردشگری متمرکز هستند که امیدواریم سربلند بیرون بیاییم سلطانی فر در خصوص الواح حقامنشی و چقامیش که به طور غیرقانونی به خارج از ایران منتقل شده بود میگفت سیر حقوقی در هر دو مورد تا کنون به نفع ما بود که امیدواریم این اشیا را بتوانیم به کشور بازگردانیم و تا پایان سال 94 امیدوار هستیم اشیای چقامیش را بتوانیم به کشور برگردانیم خبری دیگر با همین زمینه و مضمون زمینخواری دولت مردان احمدی نژاد همچنان پرونده های روی میز نهادهای قضایی است در تازه ترین رویداد سازمان امور اراضی کشور از شکایت از کامران دانشجو وزیر اسبق علوم و استاندار تهران در دولت محمود احمدی نژاد خبر داده است قباد افشار این شکایت را مربوط به پرونده زمینخاری در لواسان دانسته است به نوشته پایگاه های خبری داخل ایران و بنابر گفته قباد افشار در این پرونده زمینخاری هم از شهردار وقت لواسان شکایت شده است و هم از استاندار تهران آقای افشار می گفت شکایت از آقای دانشجو به این دلیل صورت میگیرد که با وجود اینکه تر در شورای عالی تصویب نشده بود دستور تفکیک و ساخت و ساز را داد و این را ابلاغ کرده است و در این زمینه روزنامه ها نیز به واکنش هایی گسترده از خود نشان داده بودند از جمله روزنامه شرق یادداشت اصلی شماره امروز خود رو به قلم نعمت احمدی حقوقدان به مقوله زمینخاری اختصاص داد و با ذکر اصولی از قوانین در طول تاریخ ایران مینوشت نوشت هر چند تدوینگران قانون اساسی در اصل 49 به ثروت ناشی از این نوع تصرفات عنوان غیر مشروع دادند که باید گرفته و به صاحب حق رد و در صورت معلوم نبودن صاحب حق به بیت المال مسترد شود اما لغمه چرب زمین خاری و فروش زمین های موات و تصرفاتی از این دست کماکان ادامه پیدا کرد تا جایی که تعرض به حاشیه رودخانه ها ارتفاعات کوه جنگل ها و اطراف جاده ها و اتوبان ها رسید نویسنده در ادامه نوشتار با ابراز شگفتی از حمایت پیدا و پنهان مسئولین و دستاندرکاران در امر زمین در اثبات برخی از مصادیق معتقد بود که تا عراضی مرغوب توسط دستاندرکاران شناسایی نشود و امکان تهیه سند و نقشه و ظاهرا واگذاری مهیا نباشد نمیتوان عراضی را شناسایی کرد از طرفی برخی نهادها نیز با تکیه بر نام و آوازه خود دستاندرکار تصرف شدند و با تابلوهایی ده ها کیلومتر جاده را نیز متصرف شدهاند ادامه میدهیم برنامه امشب آن سوی خبر رو در حوزه موسیقی کماکان سازهای ناکوک به گوش میرسد در تازه‌ترین رویداد مهدی محمدخانی خواننده و مجید درخشانی نوازنده و آهنگساز به دادگاه احضار شدند شبکه اطلاع دانا گزارش داد که پلیس امنیت تهران به دلیل تهیه و تدوین و انتشار فیلم تاق زنان در راستای قب شکنی این موضوع علیه مهدی محمد خانی و مجید درخشانی شکایتی را به قوه قضایی تقدیم کرده است. گویا مهدی محمدخانی زمانی که در اروپا بود با حضور در تلویزیون پارسی زبان بی بی سی یک قطع از ترانه هایش را به طور زنده اجرا کرد که این هم از مصادیق جرم این بانوی خواننده محسوب شد صدای دلنشین و گویا پرقدرت این هنرمند با ساز استاد درخشانی اعجاب میلیون ها ایرانی و علاقمندان به فرهنگ و موسیقی ایران را در سالهای اخیر به همراه داشته است و اما خبری خوب از عرصه موسیقی در ایران ارکستر سمفونیک تهران پس از سه سال تعطیلی دوشنبه شب در تالار رودکی سمفونی نوه بتوون را اجرا کرد رهبر ارکستر سمفونیک تهران از اجرای هفتگی این ارکستر دولتی در آغاز هر فصل هنری خبر داد بنابر گزارش خبرگزاری ها علی رهبری رهبر ارکستر مقیم وین که شامگاه گذشته پس از حدود سه سال تعطیلی ارکستر سمفونیک تهران را به صحنه برد می گفت من روزهای زیادی را رو در ارکسترهای مختلف کار کرده هم بچه های ایران خیلی خوب کار کردن و می توانم بگویم اجرایشان در حد معجزه بود در همین زمینه روزنامه های نزدیک به طیف تحول نیز به پوشش گسترده این موضوع کوشیدند از جمله روزنامه اعتماد مطلب اصلی شماره امروز را با درجه تصویری از صحنه ارکستر سمفونی تهران خبر از پایان سه سال خاموشی سازها داده بود و بالاخره آن سوی چهارشنبه سوری امسال ایران در آن سوی خبر ایران فردا چهارشنبه سوری امسال علا تهدیدها و مخالفت های برخی از فقها ها از جمله احمد خاتمی که در نطقی آن را حتی حرام اعلام کرده بود در یکی از خطبه های اخیر نماز جمعه تهران آن را غیر دینی و شرعی غیر شرعی خوانده بود در نهایت بی ایرانیان خاصه نسل جوان ایرانی در کوی و برزن برگزار شد همراه با شادی های دست جمعی از همه سنین پیر و جوان و خرد و کلان گوشه هایی از نشاط شهری را به تماشا می نشینیم. اما علیرغم همه تدابیر اتخاذ شده خبرهای ناخوش نیز در هواشی چهارشنبه سوری به وقوع پیوست بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولین وزارت بهداشت و آتش نشانی ایران در حوادث چهارشنبه سوری امسال تا کنون 130 نفر مجروح و دستکم دو پسر 14 و 15 ساله جان باختند در همین حال جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت که این دو پسر نوجوان ظهر روز سهشنبه در منطقه نعمت آباد تهران در پشت بام یک مجتمع مسکونی در حال تهیه مواد محترقه بودند که به طور ناگهانی این مواد منفجر شده است به گفته ی آقای ملکی یکی از این دو نوجوان از پشت بام به پایین ساختمان پرداب شد و جان خود را از دست داد بر اساس گزارش ها یک نوجوان دیگر نیز در این حادثه مجروح شده و گویا ساعتی پس از این حادثه درگذشته است و با این رویداد وقت برنامه امشب ما نیز به پایان میرسد برنامه گزارش روز همچون همه شب بلا فاصله پس از آن سوی خبر پخش میشود که مروری است تکمیلی و تفصیلی بر اهم رویدادهای پخش شده در آن سوی خبر ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها این جانب از محضر یکایی کتان خداحافظی می کنم تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و سویه تازهتر از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود